پندار و گفتار و کردار نیک، فریدون فرخ فرهمند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دی در بند شد. از این سه بجو راه جنات عد و یک از عدم تا خداوند شد. دوستان عزیز، به وقت لس آنجلس ساعت 1:45 بامداد است، برنامه ما شروع شد. تا 1:07 بامداد با شما هستیم. نیم ساعت برنامه ما جلو کشیده شد به خاطر تغییر ساعت در اروپا شد. عزیزان من، امروز پیش از اینکه علی قدم بیاد اینجا بشینه با هم باشیم به گفتگو بپردازیم، علی عزیز یکی از خوانندگانی که از دیرباز محبوب همه شما بوده و هست، می‌خواستم در رابطه با چگونه استیشن و چگونه تشکیل شدن با شما امروز گفتگو بکنم، چون بسیار در این رابطه پرسان هستید و میپرسید. ایمیل های فراوان، تلفن های بسیاری رو دیا کنید که میخواین بدونید چطوری میتونیم اهورایی اوستایی زرتشتی بشیم. یادتون نره پیش از هر چیز من با آگاهیتون برسونم که آیین اوستا و آیین زرتشت برخلاف آنچه که رسمی و سنتی است که گاندل در جوره های بشنوید، هیچ آداب و ترتیبی به عنوان یک دین نداره. یعنی زرتشتی و اوستایی دین نیست، بلکه اندیشه است، تفکره، فلسفه است. این فلسفه زندگی که بزرگان جهان و خردمندان تاریخ شاگردش بودن، از سقراط و افلاطون گرفته تا ارسطو و فیثاغورس و تمامی پیامبران خرد در طول تاریخ شاگرد مکتب اوستا و زرتشتی بودن. درسته میدانند که دین نیست اوستایی و زرتشتی بودن که شما فکر کنید از دین خارج بشید به دینی دیگر وارد بشید و یک سری آداب و رسوماتی رو بپذیرید که نو باشی و داده. آن اوستایی، آیین زرتشتی اندیشه است، خرد، دانشگاه. مثل این تلویزیون پاس که فیلم امیر شلال را داخته، تلویزیون پاس هم یه دانشگاهه. هر برنامه رو که میبینید به شما درس میده، آموزش میده، یه چیزی یاد میگیرید. وقتی تلویزیون رو میبندینش یه چیزی یاد گرفتید. و این اوستایی همین گونه است که به شما آموزش میده زندگی رو، سیاست رو، خانواده داری رو، بیزنس رو به شما آموزش میده. ولی شوربختانه وقتی تازه اندیشه های تازی و بیگانه به سرزمین ما، مدت هاست که ما از خودمون گم شدیم و از خودمون دور شدیم و دیگه با خودمون و تفکر اندیشه خودمون نیستیم. دیگران رو که ازش بهره میبرن. نخستین شعار این اندیشه و تفکر همین سنیک است که در ابتدا خوندم براتون، نیکی دنده افتاد. یعنی شما بایستی انسانی باشید نیک پندار، نیک گفتار و نیک کردار. وقتی که نیک اندیشه کنید، وقتی که پندارتون نیک باشه، دامه میشه. همه نیکشن. حسادت نیست، رقابت نیست، جنگ نیست، دزدی نیست، دشمنی نیست. همه جا دوستی است، همه جا مهره، همه جا عشق. پندارتون نیک باشه، وقتی گفتارتون نیک باشه، آسایش آرامشه، بوشه، بالندگیست. و وقتی که کردار ما نیک باشه در جامعه و در هستی، همه فکر می‌کنن که کار نیک و خوب انجام بدیم، همین سرزمینی که روش داریم زندگی میکنیم، هر کجای کره خاکی که باشه، میشه برای ما بهشت. بهشت رو اینجا میسازید. دیگر شعار مهرورزی است. بایستی تمامی مهرورزی کنیم. مهرورزی با دوستان مروت شنیدین، با دشمنان مدارایی که حافظ میگه برگرفته از فرهنگ و تمدن و اندیشه اوستایی است. ما بایستی مدارا کنیم با کسانی که با این موافق نیستیم و مروت داشته باشیم با کسانی که باشون همراهیم، همخونیم، همتباریم، همریشه‌ایم، همدیشه‌ایم. پس دشمنی ها را نیز بایستی به دور افکنیم و در کادر زیبای یک زندگی انسان هورایی کنیم. همه اینها در کالبد و قالب یک باور هست، آن باور به نظم حاکم بر هستی، باور به اون جریانی که انرژی و انرژی مثبت رو منتقل میکنه به جهانیان. youtube.com/mehrtv youtube.com/mehrtv
به 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 مهربانیان گرامی، برنامه های سیاوش اوستا به زبان های پارسی و فرانسوی و تازی درس های از تاریخی، سیاسی، فرهنگی، هنری و اندیشه و محدودیت زمانی ندارد. هرگاه و هر کجا می توانید گوش کنید و برای یاران روان کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید youtube.com/mehrtv youtube.com/mehrtv youtube.com/mehrtv